Bismillahirrahmanirrahim. Be nam Khuda, bakhshainde va mehriban, ba silsile durusi. Estetik khosh omadid. Qismi ke dar video guzashte ma jama va tafriq vektor ha ra khondim. Hal de video bartan megam ke mawarid istemal amin jam va tafriq vektor ha khondim. Ida kujo istifade meshe. Jam va tafriq vektor ha be khatir ما قسمی که در ویدیو گذشته گفتیم که قوه دارای جهت و همچنان دارای مقدار می باشه همونطور که وکتورها دارای جهت و مقدار هسته قوه ها همچنان دارای مقدار و جهت هسته زمین خاطر ما چی میکنیم؟ با استفاده از وکتورها قوه ها را ما چی میکنیم؟ حل مسائلشه توسط وکتورها میکنیم اول موارد استعمال وکتورها که است یکیش که است به خاطر مسئله قوه ها یا به خاطر ریزلتنتش کسته ای بسیار مهم است که اگر بخواییم مسئله شو پیدا کنیم توسط وکتور ها میتونیم مسئله قوه ها را بسودگی پیدا کنیم دیگه کسته مراقبه قوه را میتونیم که توسطش پیدا کنیم توسط وکتور ها پیدا کنیم قسمی که شما در این شکل میبینید که دو دانه زنجیر است و توسط یک چنگکی به طرف بالا کش شده این زنجیر کسته قوهش F1 است و این قوهش F2 است ما میتونیم که توسط وکتور ها توسط جمع یا تفریق وکتور ها ما میتونیم که هر دوی زیره به یک قوه تبدیل کنیم به قوه چی؟ به قوه FR توسط کدام قانون؟ توسط قانون متوازی الاضلاع یعنی چی کنیم؟ به FR تبدیل کنیم و بعض وقت تو حالت همه که ما خود این مسئله شد به دو مرکبه تبدیل میکنیم استفاده از وکتور ها به خاطر حل مسائل قوه هاست قسمی که شما در این سوال میبینید قوه F1 و F2 رو در نظر با وکتور ها میخواییم که چیزی رو پیدا کنیم مسئلهش رو پیدا کنیم اول چی رقم میکنیم وکتور دومی یا اولی را انتقال میتیم مشکل نیست که یا اولش رو بگیریم یا دومش رو چی میکنیم قوه دوم از جه اندازش رو میگیریم و این بریم در اینجا چی میکنیم رسمش میکنیم به شکل رسم میکنیم این قوه اولی ما میشه قوه چی شده؟ قوه فدوی ما بعد از این به می شکل اندازه قوه فیک می گیریم اندازه قوه فیک از مبدای قوه فدو شروع می کنیم و فیک رسم می کنیم به این شکل قوه ما می شه قوه فدو قوه ما میشه قوه F1 و بعد از او نظر به طریق متوازی الاضلاع چی میکنیم از انجام وکتور F1 موازی به چی میریم؟ موازی به F2 میریم به شکل از انجام F1 موازی به F2 میریم و همچنان از انجام F2 موازی با چی؟ موازی با F1 میریم از انجام F2 موازی با F1 بعد از چی میکنیم؟ نظر به قانون متوازی الاضلاع نقطه مشترکشه که مبدایش هسته و نقطه مشترک که انجامش هست دیده با هم وصل میکنیم به شکلی وصل میکنیم اینجا قوه که باوجود میه این قوه به نام چیز میشه به نام FR این بود به خاطر پیدا کردن یا به خاطر دریافت مسئله دو قوه از چی استفاده کردیم؟ از وکتورها استفاده کردیم بازم میتونیم که این متوازی الاضلاع رو چی کنیم؟ خرد بسازیم، ساده بسازیم به یک مثلث آسان است چی میکنیم؟ قوه F1 همینجا نگه میداریم و قوه F2 را از اینجا انتقالش میتیم در اینجا یعنی قوه F2 از اینجا ما انتقال میتیم در اینجا به شکل به شکل موازی با قوه F2 یک برسم میکنیم F2 را اینجا انتقال میتیم که چی جور میشه یک مثلث جور میشه F2 را اینجا انتقال میدیم و یه جور میشه یک مثلث
اینی بخش ما میشه یک مثلث. قسمی که بیشتر ما گفتم بعض وقتا ما میتونیم که از قوانین وکتورها به خاطر چی استفاده کنیم، به خاطر دریافت مرکبه. ما یک قوه داریم، قوه F، میخواهیم که نظر به محورات U و V چی کنیم، مرکبه زیر پیدا کنیم. به خاطر دریافت مرکبه زیر اول کار چی میکنیم؟ اول میگیریم موازی با محور V، از انجام چی رسم میکنیم؟ از انجام F رسم میکنیم، موازی با محور V به این شکل رسم میکنیم و همچنان موازی با محور U از انجام چی رسم میکنیم؟ از انجام F رسم میکنیم به این شکل، از انجام F موازی با U رسم میکنیم. وقتی که تا رسم کردیم، بعد از او وقتی که ما این موازات رسم کردیم، از اون نقطه مشترک یک هستم، از نقطه این مشترکش یکیش به محور یو یک خط رسم میکنیم و یک خطم به جهت فی رسم میکنیم به این شکل. این قوه ما میشه قوه اف بی و این قوه ما میشه اف یو. این بود تبدیل یک قوه به دو مرکبه نظر به قوانین وکتور یا نظر به قوانین متوازی الاضلاع. اول چی میکردیم؟ قوه را میگرفتیم، نظر به محوراتی که میخواییم چی رسم میکنیم؟ دو دانه موازی رسم میکنیم، یعنی یک موازی نظر به محور بی و یک موازی نظر به محور U. بعد از او کس از امو مبتایی که وکتور امو جا عمل کرده، از امو به طرف U رسم میکنیم یک وکتور، به طرف U رسم میکنیم. اینمی دونه بر ما چی را میتا؟ بر ما مرکبه را میتا. ای کس مرکبه U است، مرکبه U، ای کس مرکبه با محور U و یا کس مرکبه با محور V هستا. و میتونیم که بازم FU را چی کنیم؟ اینجا انتقال بدیم در بالا، یا FV را در طرف انتقال بدیم. به شکل چی کنیم؟ به شکل یک مثلث به این رقم. این بود یک موارد استعمال وکتورها به خاطر حل مسائل قوه ها بودک. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.